بکشه، میارمش اینجا. یک استار هم میتونه جذابتر کنه کار رو. اوکی، یکی از اینها رو انتخاب میکنم، کانورتش میکنم به ادیت اسپی لاین و میام اتچ رو میزنم یا اتچ مولتیپل رو میزنم و دو تا اسپی لاین در واقع تکس و استار رو به هم اتچ میکنم. خب چرا اینجوری شد؟ چون ریورینت فعال بود. دوباره میام مولتی اتچ رو میزنم و به هم اتچشون میکنم که همشون با هم یکی باشه، چون میخوایم در مود اسپلاین بیایم سراغ چه ابزاری؟ ابزاری مثل، خب اینسرت ما اینجا هم داریم، دقت کنید، میتونیم در مود اسپلاین هم ازش استفاده کنیم. اوتلاین در مود اسپلاین هستش، ریورس در مود اسپلاین هم هستش. اگر یه اسپلاینی انتخاب کنم با توجه به شماره هاش میتونه ریورس بشه و خب با اوتلاین هم کاری نداریم. بولیان میتونه دو تا شکل رو ادغام کنه، از هم تفریق کنه، میتونه نقاط مشترکش رو نگه داره. خب یه استار یک در واقع رکتنگل داریم، میخوایم این استار رو بهش در واقع ادغام کنیم، برن تو هم. بولیان این کار رو میکنه. اگر انتخاب باشه رکتنگل من موضوع اول من و بیام روی موضوع دوم کلیک کنم، در واقع میان رو هم، کنترل زد میزنم، میتونه از هم کم بشه. ببخشید، انتخاب بولیان، میرور نه، بولیان مود سابستراکشن و کلیک. خب موضوع دوم رو از این کم کرد. یه کلیک دیگه میبینی که جایی که اشتراک داره با این در واقع این تکست من، ببینی یه اسپلاین جدا هستش و جدا باید بولیان کنم، در واقع میاد میره اینجا و میتونه فقط جاهایی که با هم مشترکن نگه داره و بقیهشو بندازه دور کنه. به این شکل میتونه اضافه کنه. ببخشید، باید انتخاب کنم. بولیان، خب این ربطی نداره، در واقع هیچ جایی از این در واقع کمان یا نیمکره داخل کادر قرمز یا اسپلاینی که انتخاب کردم نیست، به خاطر اون بولیان اتفاق نمیفته. حتما باید یه جایی برن تو هم دیگه. خب ای هم ربطی به این نداره، یعنی با این بولیان نمیشه انجام داد، ولی اینجا اگر این رو انتخاب کنم، بولیان رو بزنم، ای احتمالاً نه، اینجا هم ببین رون نرفت، ولی ام رو میتونم، ببخشید، انتخاب ام رو میتونم بولیان کنم، ای رو هم نمیتونم. خب اینم ابزار بولیان و سه تا حالتی که داره. یه ابزار داریم به اسم میرور، یک ابزار جالب. خب من میخوام میرور یا آینه‌ای همین شکل رو کپی کنم بذارم کنارش، کلا همین رو من میخوام برعکس کنم. چیکار میکنم؟ میام انتخابش میکنم و میرور رو میزنم. خیلی راحت میرور شد. در کدوم محور میرور شد؟ در این چیزی که اینجا میبینید. خب دیفالتش رو اینه، من قبلا کار کرده بودم، رفته رو اون مونده. میرور ورتیکالی میرور در واقع انتخاب میکنم، ببینید انتخابه و میرور موضوع، ببخشید، هم موضوع انتخاب، هم در واقع مودم انتخاب، در چه در واقع محوری میخوام، ورتیکالی باشه، هوریزنتالی باشه یا میرور باوس باشه. این تلفظهای تی اچ کلا من مشکل دارم باشون، مثلا اسموت رو یا سموس رو سموت میگم، کلا ایرانی ها شاید باش مشکل داشته باشن، عربا و انگلیس زبان رو بهتر بتونن بگن. حالا در هر صورت به بزرگی خودتون ببخشید. خب یه میرور میتونم تو محور هوریزونتالی داشته باشم، موضوع انتخاب میرور و این انتخاب میرور و نهایتا میتونم تو این محور داشته باشم. خب اگر من کپی رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ خب
یک کپی از خودش میتونم داشته باشم، موضوع انتخابه، کپی انتخابه و میخوام میرور کنم. یک میرور اینجا هستش. خب اینا رو دیلیت کنم و دوباره میتونم در مود ورتیکالی هم در واقع داشته باشم. به این شکل میرورم اتفاق میفته و میتونم در مود باوس هم داشته باشم میرور، هم در ورتیکالی هم در هوریزونتالی. هوریزونتالی این اتفاق افتاد. خب این میرور از کجا، از پیووتش در واقع میتونه کمک بگیره و میرور شه. خب من پیووت رو میزنم، میرور رو میزنم. بذار ببینیم پیووت این موضوع ما کجاست. پیووت اینجاست. اگر من بیام این رو، این اسپلاین رو انتخاب کنم و میرورش بکنم چی میشه؟ بر اساس پیووتی که اینجا بود با اون فاصله میرور میشه. پس من همه این رو پاک میکنم، یه دونه این رو نگه میدارم در این محور، محور هوریزونتالی میخوام در واقع یک میرور رو انجام بدم. در محور ورتیکالی ببینید که اومد اینجا، در واقع پیوت پوینت من اینجاست. و در میرور کجا رفت؟ خب نگرفتم، اومد اینجا. یعنی از اینجا این خط رو در نظر بگیرید، از اینجا میرور رو زد اومد اینجا. دو تا ابزار تریم و اکستند که خیلی هم دوست داشتنی هستند، جلسه بعد با هم کار میکنیم. خب این جلسه چند تا ابزار دیگه کلا بهتون میگم، یک تمرین انجام میدیم که این جلسه هم خیلی طولانی نباشه. جلسه بعد کلا مدل سازی معماری رو خواهیم داشت، یکم تون تون و یکم سریع در واقع جلسه رو ببندیم تا در واقع تایممون تمام نشده. ببینید ما موضوعات مختلفی میتونیم داخل صحنه داشته باشیم. اسفیر، تیوب، یک پلان میتونیم داشته باشیم و یک حالا تکست پلاس هم میتونیم داشته باشیم. من یک کلیک میکنم، خب خیلی سایزش کوچیکه. تکست پلان اصلا کلا نمیخوام داشته باشم، سایزش کوچیکه، باید تنظیمات تیپات هم رسم میکنم. اوکی. خب از نمای تاپ من میخوام این صحنه رو مدیریت کنم. اگر صحنه شلوغی داشته باشم، بعضی موقع ها مثلا میخوام این باکس رو ادیت کنم و این پلنه هی انتخاب میشه، نمیذاره کار کنم. چند تا راه داریم، چندین تا راه داریم که در واقع این اتفاق نیفته. یکی از مرسوم ترین اینها این هستش روش کلیک راست بکنیم، موضوع انتخاب، روش کلیک راست بیایم هاید سلکشن رو بزنیم. خب پلن من حذف نشد، هاید شد. میتونم برگردونم، کلیک راست کنم و آن هاید سلکشن رو بزنم. هاید سلکشن، آن هاید، ببخشید، هاید سلکشن، آن هاید، اول رو باید بزنم که اونایی که آن هایدن در واقع بیان. من این ستا رو، این چهار تا رو انتخاب میکنم، هاید سلکشن میزنم، اونایی که سلکت هاید میشه. خب بخوام مثلا پلن رو فقط برگردونم، کاری که میتونم بکنم آن هاید بای نیم هستش. آبجکتایی که هاید هستن رو اینجا میتونم ببینم. آبجکت من اسم داره، پلن هستش، میتونم برگردونم، یا باکس هستش، میتونم برگردونم. بعضی موقع ها خب حالا من یک دو حالا پنج شیش را در واقع باکس دارم، اسماشون هم همین جوریه، باکس یک، باکس دو، باکس سه و به این شکله. خب این وقتی که به مشکل میخوریم و صحنه خیلی شلوغی داشته باشیم، دیگه آنهای بای نیم واسه ما معنی پیدا نمی کنه. بهتره که اسم بذاریم برای کاری که انجام میدیم. خب این از ابزار هاید و آن هاید. Hide selection, unhide all, unhide by name, unhide by name و hide unselected. چیزی select نباشه روش کلیک کنم، یا خب اینو select کنم دیگه، چرا select نکنم. unhide رو بزنم، unselected رو بزنم، ببین که اونایی که select نیستن hide میشن. خب یه مودی داریم که alt و x، ببخشی کنترل و ایکس میتونه در واقع صفحه ما رو بزرگ کنه. یه مودی داریم آلت و کیو. آلت رو نگه دارم و کیو رو بزنم، فقط این موضوع رو میتونم داشته باشم و ادیتش کنم.
ادیت هم همیشه قرار نیست که حتما از اینجا ببینیمش، میتونیم در واقع از این ابزارها هم استفاده کنیم. ابزارهای خیلی زیادی هستن، کلیک راستای خوبی داریم توی نرم افزار که بهشون اشاره هایی خواهد شد و باشون کار میکنیم. خب با زدن Alt و Q دوباره میتونم به مود اولیم برگردم. تایم کارمون 1 ساعت فیکسه. خب من الان دقیقا کجام؟ از حالت ایزوله، خب مانیتور من الان مشکل داره به خاطر رکوردی که دارم انجام میدم، من باید از حالت ایزوله از اینجا بتونم در بیام. خب ایزوله، اند ایزوله. آلت و ایکس، ببخشید کنترل ایکس رو میزنم که بیام اینجا. آلت کیوم کار نمیکرد استثنان، حالا دقیقا نمیدونم چرا. آلت کیو و آلت کیو، ببین آلت کیو حالت ایزوله، میتونم با این برگردم. Alt Q میتونم با این برگردم. اوکی. یعنی اونا رو هاید نمی کنم. فعلا موقتا فقط این رو دارم و میتونم با کلید تاگل ایزول سلکشن تاگل رو در واقع بزنم. تاگل دکمه هایی که دو تا کار میکنه. یعنی این انتخاب با زدنش ایزوله میشه و با زدنش دوباره از ایزوله در میاد. خب این ایزوله چی هستش؟ ایزوله وقتی که زمانی که یک صحنه شلوغی داریم، مثلا میخوام یک آبجکت رو فعلا رندر کنیم ببینیم متریالش چطوریه یا چه اشکال هایی داره، میتونیم از Alt Q یا حالت ایزوله که اگر روش کلیک راست هم بکنیم اینجا ایزوله سلکشن و اند ایزوله رو داریم و اینجا هم میتونیم این کار رو بکنیم. خب پس با کلیک راست کردم میتونیم ایزوله کنیم، اند ایزوله کنیم، هاید کنیم، آن هاید اول کنیم و در واقع همین کارا رو میتونیم انجام بدیم. خب فریز چی هستش؟ فریز دیگه یه ابزار خیلی خیلی داغونیه. موضوع رو نگه میداره. من الان موضوع میتونه انتخاب بشه، این پلانی که اینجا دارم میتونه این رو فریز بکنم. فریز سلکشن در واقع همونجا یخ زد و انتخاب نمیشه، هیچ اتفاقی واسش نمیفته، فقط توی رندر میتونیم ببینیم و احتمالاً این موضوع فریز شده من یک عکس داره روی خودش. حالا بعدم میارم عکس میندازیم تو جلسه بعد، تمرینش رو انجام میدیم که میخوایم فریز باشه و ما میخوایم از روش مدل سازی انجام بدیم. خب برای آن فریز کردن آن فریز اول رو میتونیم بزنیم. برای مدیریت این ابزارها میتونیم بیایم اینجا و از دیسپلی این ابزارهایی که اینجا گفتم رو مدیریت کنیم و با توجه به موضوعاتی که جلوتر خواهید شناخت، جیومتری، شیپ، لایت، کامرا، هلپر، میتونیم از اینجا کنترل هایی رو داشته باشیم که خیلی راحت تر میتونیم کار کنیم. در واقع همه این ابزارها رو اگر دقت کنید، دیسپلی پروپرتیز هم داره که خیلی خوب هستش. مثلا به عنوان مثال من مجبور شدم این کار خوب رو انجام بدم، بیام دسکتاپ این رو میگیرم میندازم کجا؟ توی 3D Max روی این پلنم. اوکی، حالا با ابعاد اندازه میندازیم، جلوتر خودتون متوجه میشید. خب چی میشه؟ من میخوام این رو فریز کنم و روش با لاین کار کنم. خب قبل از همه میام ورتکسش رو کم میکنم، این همه ورتکس نیاز ندارم، میام سراغ مودیفای و ورتکس رو کم میکنم. تناسبش هم باید درست وارد کنیم که به اینها همین جلوتر خواهیم رسید، توی همین جلسه یه تمرین رو خواهیم داشت. خب من میخوام این رو فریز کنم چون میخوام با لاین های متعدد در واقع بیام روش کار کنم. اوکی اوکی اوکی. خب وقتی میخوام لاین رو سلکت کنم میبینید عکس سلکشن، حالا صحنه شلوغی ندارم، فقط یه دونه لاین دارم. اگر این رو فریز کنم چه اتفاقی میفته؟ فریز سلکشن، خب شکلش هم در واقع از دست دادم، اون عکس یا متریالی که من متریال اینجوری وارد کردم در واقع انداختم رو پلنم. میتونستم از متریال ادیتور هم با کلید M وارد بکنم که خب فعلا لازم نیست. خب آن فریز رو میزنم. چه کاری میتونستیم بکنیم؟ کلیک راست میتونیم بکنیم، بی ام آبجکت پروپرتیز در بخش دیسپلی پروپرتیز که ما اینجا هم دیدیم، الان دوباره برمیگردم، بعد شو فروزن این گری رو بزنیم. اوکی،
الان میتونم فریز کنم و اون رو ببینم، انتخاب نمی کنم و متریالش هم دارم میبینم، در واقع فریز شده نمیتونم انتخاب کنم و متریالش هم میبینم، که میتونستم از اینجا هم در واقع به دیسپلی پروپرتیس ها برسم. به اینها باید کامل مفصل در واقع برسیم، ولی چون اینجا یک در واقع مشکلی که پیش میاد، ما جیومتری و شیپا رو شناختیم. ببینید الان هاید کرد چیا رو، تمام جیومتری که بود و شیپایی که بود. این از ما شیپه، خب من اگه شیپ رو تیکش رو بزنم میبینید که هاید شد. خب اینو برمیدارم، جیومتری هم هاید میشه، هر چند تا جیومتری داشته باشم فرقی نمی کنه. یک باکس این از ما جیومتری هستش، در دستبندی جیومتری رو جلسات قبل با هم کار کردیم و اسم اینها رو میدونیم. یه سیلند داریم، میام چند تا شیپ ایجاد میکنم، خب دیگه اونا رو من توضیح دادم، اجازه بدید تمومش کنم. خب استار داریم، یه استار دیگه هم داریم، فرق نمی کنه. میام سراغ لایت ها، میتونم چند تا لایت داشته باشم. بله دارم تمرین میکنم دوست عزیز. خب میتونم یک لایت داشته باشم، میام سراغ استاندارد ها، میتونم یک اسپاتلایت دیگه داشته باشم، یه اومنی داشته باشم و میام سراغ کامرا، یه کامرای فری، یه فیزیکال کامرا. اینا رو با هم کار خواهیم کرد، اینا هلپر هستن. تیپ رو که کمی قبل‌تر در واقع یاد گرفتیم به اینا هلپر میگیم. حالا خب همین اندازه کافی، صحنه رو کمی شلوغ کردم و میتونم بیام در مود دیسپلی یه سری پارامتر رو اینجا تغییر بدم. چه پارامترهایی؟ میخوام اینا رو هاید کنم. فعلا با هایدش آشنا بشید. جیومتری رو میتونم کلا هاید کنم، میتونم شیپ ها رو هاید کنم، میتونم جیومتری و شیپ ها رو تیکش رو بزنم و اینورت کنم، یعنی به غیر از این دوتا بقیهش هاید بشه. ببینید و دوباره میتونم اینورت کنم. خب کامره ها رو میخوام هاید کنم، دوربین هایی که گذاشتم، میخوام هلپر هایی که ساختم رو هاید کنم، میخوام اسپیس بار، حالا باش آشنا نیستیم، شاید اصلا آشنا نشیم، کاری به در واقع ربطی به اینجای کار ما نداره. لایت، شیپ و خب اینا رو میتونم کلا دیلت بکنم. ببینید موضوع اینا رو هم به صورت کنترل ای دیلت کنم. این موضوع ما در واقع پلن ما، حالا متریال خورده شده یک عکس، این در واقع همون پلن هستش، انتخاب نمیشه. ولی اگر بخوام هاید کنم از اینجا میتونم هایدش کنم. خب اینجا های بای کاتگوری رو داشتیم، اینجا خود هاید رو داریم، همونایی که اینجا دیدیم این چهار تا، و فریز رو داریم، میتونیم فریز، ببخشید، میتونیم فریز بای نیم رو داشته باشیم، بای نیم در واقع فریز آن فریز کنیم، آن فریز بای نیم. خب اگر بزنیم لیست موضوعاتی که فریز هستن رو میتونیم انتخاب کنیم و این هایدشه آن فریز کنیم و الان آن فریز شد و دیگه از حالت فریز در اومد. و یه سری تنظیماتی میتونیم روی آبجکت داشته باشیم که اینا رو به مرور یاد خواهید گرفت، مثلا display as box. بعضی موقع ها یک آبجکتی داریم که صحنه رو خیلی سنگین میکنه. من این همه در وقت توی آموزش ها میگم صحنه سنگین، صحنه سنگین، یا ورتکساش رو زیاد نکنید، یا اینترپولیشن یک موضوع رو زیاد نکنید، منظورم همین هستن که نرم افزارم پیش بینی کرده. ببینید من اینا رو انتخاب میکنم، اگر صحنم خیلی شلوغ باشه، رم من پر بشه، نمیتونم دیگه توی ویوپورت به این سادگی در واقع حرکت کنم، به این سادگی کار کنم، میتونم با کلیک راست کردن Object Properties بیام Display as Box رو بزنم، اوکی کنم، حداقل این مثل یک باکس دیده بشه. ولی توی رندر همین هستش، توی ویوپورت در واقع دارم به این شکل میبینم. اجازه بدید رندر کنیم، میبینی که همون رو دارم میبینم. خب دیسپلی از باکس میکنه تا صحنه من سبکتر بشه،
یعنی این نه، دیسپلی از باکس. اوکی، صحنه سبکتری رو دارم، میتونم دوباره اینا رو انتخاب کنم، object properties رو بزنم، دیسپلی از باکس تیکش رو وردارم. میتونم بگم ورتکس ها در واقع تیک بخورن به این شکل، انتخاب نیستن ولی ورتکس هاش تیک خوردن. چون با مبحث ادیت پلی آشنا نشدید، من یک موضوع دو بودی در واقع از اون اسپلاین تکس رو میزنم، ببخشید زدم، حالا زد زوم میکنم روش، کلید زد، مکس تکس، خب زد کجا رفت؟ اینجاست. میتونم کلیک راست کنم، آبجکت پروپرتیزش رو بزنم و اینجا بیام بگم ورتکساش تیک بخوره، در حالی که انتخاب نیست، ورتکس ها رو مود ورتکس نیستن، ولی میتونم ببینم. این هم کاربردهای خاص خودش رو داره که همه اینها رو کار خواهیم کرد. کنترل آلت و دیلت رو میزنم. خب ما داخل لاین ها هم اون هاید و آن هاید رو داشتیم که مربوط به اسپلاین میشد. یک تمرین خوب رو با هم انجام بدیم. میام در گوگل میزنم لوگو، یک لوگو رو طراحی کنیم، ایمیج، یا میتونیم یک پلن معماری رو طراحی کنم، میزنم پلن، یا میزنم پلان، ببخشید پلان مثلا ویلایی، حالا مسکونی رو قبلا سرچ، الان این به صورت عکس هستش، به صورت نقشه از اتوکد نمیخوام بیارم، به صورت یک عکس وارد میکنم. خب سایزش رو دقت کنید وقتی میگیرید برای تمرین، حتی سعی کنید بیاید از تولز سایز و مثلا یک سایز لارج، یا حداقل تعیین کنید که از این 2 مگاپیکسل در واقع یک کم با کیفیت تر باشه. این چیه؟ خب میتونیم اوپنین، نه ببخشید، ایمیج رو اینجا ببینیم. خب معلوم نیست به این چه متر چیه دقیقا. خب حالا هر چیه، من این رو میخوام بیارم. من باید یه نقشه درست حسابی بخوام کار کنم تو کارم، یعنی نقشه ای رو کار میکنم که نیاز دارم، هر نقشه رو که از اینترنت نمیام کار کنم. این فقط یک فایل تمرینی هستش و کاری با اندازه ها ندارم، هرچند که با اندازه میخوام کار کنم. خب من این رو سیو ایمیج از دسکتاپ، سیو اینجا هستش، توی دسکتاپ هم هستش. ابعاد اون کار من چند بود؟ 1600 در 1600 بود، در واقع ابعاد عکسم. اگر بخواید ابعاد یک عکس رو به دست بیارید، میتونید از کلیک راست کردن پروپرتیز دیتیل 1600 در 1600 پیکسل. خب اینجا دیگه کاری ندارم فعلا، میام مکس رو باز میکنم، یک پلان کشیدم. بذار مکس رو من کلا یه بار ریسیت کنم، don't say yes، پلان از نمای تاب، alt w میزنم، کلید F3 هم میزنم، میندازم روی این. و ابعادی که تعیین کردیم چی بود؟ 1600، اینجا سانتی متر مهم نیست، در 1600 سانتی. خب سعی کنید عکس با کیفیت تر انتخاب کنید، و اگر کیفیت ویوپورت شما کم باشه حتما بیایید اینجا این روی مثبت کلیک کنید، کانفیگور ویوپورت رو بزنید، بیاید سراغ تب دیسپلی پرفورمنس و ویوپورت بک‌گراند انوایرمنت که مربوط میشه به انوایرمنت ما، میرسیم به چی هستن، تکسچر مپ رو بذارید، عددش رو روی حداقل 248 در 24 بذارید که در واقع این مپاتون توی ویوپورت با کیفیت بیشتری کار کنه. اپلایش کنید، اصولا باید درست بشه. اگر اوکی نشد میتونید یه بار نرم‌افزار رو باز و بسته کنید. خب من اوکی رو میزنم و میخوام که در واقع این کار رو انجام بدم، این حجم رو مدل کنم با ابزاری که کار کردم. خب لاین ابزاری هستش که میخوام ازش کمک بگیرم در جلسه بعدی، از یک ابزار دیگه در واقع با یه متد دیگه با همین لاین ها کار خواهیم کرد این حجم رو. خب تایم فیلم زیاد شده، 1:23، من این رو استوب میکنم و دوباره شروع میکنم. ساعت 4:40 صبحم هستش، میتونم این رو استوب کنم و چون حجم فیلم زیاده و میاد میشینه رو رمم، کمی سیستمم رو حالا اذیت میکنه، البته زیاد نه ولی کمی. خب
کار رو سنگین تر میکنه. من استوب کردم تا یه 10 دقیقه هم این رو تمرین بکنیم. ما میتونیم یک لوگو هم تمرین داشته باشیم، یه لوگو هم میارم همینجا که فراموش نکنم. کنترل ملخ نه لوگو مخلخ لخلخ گوگل خلخل همچی چیزیه وقتی که فارسی تایپ میکنی. یه لوگوی خب این لوگو خوبه. اگه کلاس آنلاین بود میتونستم نظر بپرسم. حالا سیو ایمیج از میزنم. خب اینجا قبلا داشتم دسکتاپ. خب سیو دیگه برادرم. بله یه لوگوی دیگه هم انتخاب میکنیم. چه لوگویی؟ خب همین جغده رو انتخاب میکنم. دقیقا نمیدونم لوگوی یه چیز بد باشه ببخشید، در صورت نمیشناسم این مارک رو. خب اونا سیو میکنم میام اینجا کلیک راست پروپرتیز دیتیلش نمیدونم کدومه دیتیل ابعاد عکس ما 550x370 میام مکس رو باز میکنم از همین یه کپی میگیرم علل حساب اوکی و عکس رو این نه عکس رو میگیرم میندازم اینجا. ابعادش هم که 550x370 هستش میام ریم پلن 570x550 رو وارد میکنم. خب دوتا این هر هم کار میکنیم. خب میبینی که یه هایلایت آبی اومده روی کار و نمیتونیم در واقع کار کنیم. تو اینجور مواقع میتونید از کلید F2 کمک بگیرید. من میام Object Properties Show in Frozen رو Frozen in Gray رو میزنم اوکی میکنم و فریز میکنم. خب چرا اون رو زدم؟ برای اینکه وقتی که فریز میکنم مثل این در واقع متریالش رو از دست نده و بتونیم ببینیم و همینطور این رو هم این کار رو براش انجام میدم اوکی و فریزش میکنم. این دوتاش هم فریزه و نمیتونیم انتخابش کنیم. هر موقع که خواستیم میتونیم انتخاب کنیم. خب لاین و از یه جایی شروع میکنیم. خب یه موضوعی اینجا گفته، خب بذارید یه اندازه درست حسابی پیدا کنیم، گفته که از اینجا تا اینجا 1.5 متر در نظر میگیریم ما، یه 150 سانتی متر در نظر میگیریم. ما قبل فریز کردن باید این رو کنترل میکردیم. من یه باکس میکشم همینجا اوکی 1.500 ببخشید 150 میایم اینجا میذاریمش اینجا. آنفریز اول رو بزنم فعلا آنفریز شم. ببینید این اندازه رو 150 رو چون عکس دیگه اندازه گذاری که صحیح نیست، از اتوکد که نیاوردیم این اندازه گذاری صحیح باشه. میایم چی کار میکنیم؟ اسکیل میکنیم موضوع در واقع پلان رو به این صورت اسکیل میکنیم. چرا به این صورت اسکیل میکنیم؟ علتش هم اینه که اگر این شکلی یا این شکلی اسکیل کنیم در واقع تمام اندازه ها به هم میخوره. ما اینجا یه اندازه داریم 1.50، پس همه اینها رو انتخاب میکنیم. میتونم بیام دوباره بذارم سر جاش ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب میبینید که کمی باید کوچیکترش کنیم. میتونم بیام ابزار اسکیل رو انتخاب کنم بیام کوچیک کنم اوکی به این صورت. خب و به این صورت. خب ببین اینجا پیوت پوینت این وره و من دارم اینجا رو اسکیل میکنم. این یعنی واقعا دارم اذیت میشم. میتونم بیام پیوت رو انتخاب کنم و ببخشید افکت پیوت اونلی رو بیارم بذارم اینجا. خب پیوت این شکل و بیام دوباره اسکیل رو از اینجا انجام بدم تا هی مجبور نشم برم اون بر صحنه رو بکشم و کارهای دیگه ای انجام بدم. ابزارها رو کامل بشناسید مطمئنا سرعت کارتون 10 برابر بیشتر میشه. خب اینجا رو من به 1.5 متر حالا اینچ هر چی هستش من کاری ندارم، اینجا با سانتی متر کار میکنم و فرض میکنیم که اینجا 1.5 متر هستش. میرسونم 150 سانتی متر.
میام چی کار میکنم؟ لاین رو انتخاب میکنم و از یه گوشه شروع میکنم به کار کردن. انتخاب یک کلیک و میام اینجا با شیفت در واقع دارم خطای درست کار میکنم. میام اینجا 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 و میبینی که به این صورت میتونم در واقع کار کنم. خب تا اینجا میام، خب بک اسپیس میزنم. اگر اشکالی داشتید بک اسپیس میتونید بزنید. به این صورت من میام کار، خب میام اینجا و دوباره میام اینجا. خب من از اینجا میبندم تا با یه متد دیگه هم کار کنیم. اینجا یس کلجی اکسرود، چقدر میخوام اکسرود باشه؟ خب مشخصا بیشتر از 3 متر نمیخوام باشه. من اینجا خیلی راحت تونستم این رو در واقع کار بکنم. اینجا پله هستش، پنجره هستش، هر چی هستش رو جلسه بعد کار میکنی، ولی اینجا هم یه اشاره بهش میکنم. اینجا پارکینگ کار هستش مشخصه. لاین این سری میام این کار رو میکنم. اینجا کلیک 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 و کلیک، این رو میبندم. یس یه دیواره. خب بذارید اینجوری کار کنیم تا یکم کاربردی تر باشه کار ما. ببینید من از خط داخلی کار میکنم اینجا، اوکی کلیک راست میکنم، از در واقع کشیدن لاین انصراف میدم، لاینم رو، لاینی که کشیدم رو انتخاب میکنم، اینه، کلید F رو میزنم ببینید اینه قرمزه. خب کاری که کردم چی هستش؟ از داخل در واقع دیوار کار کردم. میتونم با ابزار اوتلاین بیام چیکار کنم، بکشم تا اینجا. اینجا میتونم مشخصا یه کنترل زد بزنم و بذارم مثلا 20 سانتی متر اوتلاین بشه، جایی بیشتر از 25 فکر کنم مناسب باشه. اوکی و حالا میتونم اکسترودش کنم. اکسترود 3 متر رو میتونم انجام. خب میتونم بیام رکتنگل رو بردارم خیلی راحت، مثلا از اینجا تا اینجا یهو بکشم. خب کانورتش نمیتونم، اصلا نمیخوام بکنم، میتونم بکنم کانورت به ادیت اسپلاین، ولی اینجا یک اکسترود سمتری میدم. خب اینجا در داریم، برای همه این موضوعات این کار رو انجام میدم چون نمیخوام دیگه این جلسه واقعا خیلی طولانی داره میشه و چند پارتش باید بکنم برای آپلودش، برای دانلودش و برای همین ها میخوام راحت تر باشه. میام یک رکتنگل، حالا یک لاین رو انتخاب میکنم. ببینید برای کشیدنه، خب اینجا که چیزی نداریم، اوکی. پنجره ها هم میتونم مثلا در پنجره، حالا هر چی هستش، تیکه تیکه کارم رو انجام بدم به این صورت. خب یس کلوزش میکنم، میام اینجا یس. و میام اینجا، ببخشید اینجا باید ببندم. خب کلید F3 رو میزنم. این پلن من هستش، انتخابش کردم. ورتکس هاست 4 تاست، نیاز ندارم که اینقدر باشه، در واقع این بود. کلید F4 رو میزنم که ببینید این یعنی 4 تا بود، نیاز ندارم این 4 تا باشه، حتما باید این رو اول کار درست میکردم. خب کلید F3 اینا رو میتونم کانورتشون کنم. خب کانورت که هستن لاین هستن، نیازی به کانورت نیست. میکشم اینجا اتچ، اینا رو با هم اتچ میکنم. این
خب میتونم اکسترودشون کنم، اکسترود و کلید F3 رو میزنم که کارم رو ببینم. خب اینجا خط من مشکلی نداره، خطم رو تک لایه کشیدم، میتونم بیام اسپلاین رو انتخاب کنم، کلید F3 رو میزنم ببینم مشکلی که نیست. نه، بیام از اینجا اوتلاین رو بهش اضافه بکنم، فکر کنم به این سمت بود، F3 رو میزنم که ببینم. بله، خب اینجا ورتکس اضافی تولید شد تو اوتلاین، البته این هستش که اومد اینجا. میتونم بیام اصلاحش کنم، ورتکس رو انتخاب کنم به این صورت، دیلت، و این رو هم دیلت میتونم بکنم، و برای صاف کردنش هم میتونم از اسکیل استفاده بکنم، کیل دفسه. خب الان اینجا میتونم با کمک ابزار اسنپ، خب ببین اینجا کج هستش، میتونم برای اصلاح این، خب چند تا راه دارم، میتونم این رو انتخاب کنم و بکشم کنار. خب دقیقا میخوام بیام تو موقعیت این، یا الان جلوتر میگم که دقیقا میخوام بیام تو موقعیت چی. ببینید یه خط فرضی که این رو کشیدم، اگر اینها مثلا به این شکل باشه و اشتباهی رخ بده، بخوام این رکتنگل که اینجا هستش دقیقا این ورتکس تو این موقعیت وای باشه، باید چیکار کنم؟ میتونم موقعیت این رو، در واقع موقعیت وای این رو بیام اینجا کپی بکنم، کپی، و اینها رو انتخاب کنم، ببخشید این رو انتخاب میکنم و موقعیت وای رو پیست میکنم، اینتر میزنم، دوباره این رو انتخاب میکنم، در موقعیت وای اینتر میزنم. خب الان موقعیت این، میتونم موقعیت وایش رو کنترل سی کپی، یا از اینجا میتونم کپی کنم، و این سری میتونم سگمنت رو انتخاب کنم، و چون خب بالاخره این دوتا ورتکس باید حرکت کنم، میتونم سریعتر این کار رو انجام بدم تا اینها در یک موقعیت قرار بگیرن. یا برای همین اگر بخوایم مثلا این رو در موقعیت این قرار بدیم، اینجا میتونم بیا موقعیت این نقطه یا ورتکس رو در بیارم، موقعیت وایش هستش. اگر نمیتونید فعلا این وای ایکس بودن رو ترجیح بدید، در وای، در ایکس، در زد کدومش رو باید کپی بکنید، میتونید در واقع با کمی جا به جاییش این پایین ببین که کدوم در واقع محور داره حرکت میکنه، کنترل زد بزنید برگرده سر جای خودش و همون محور رو انتخاب کپی، بیاید سگمنت، این سگمنت رو انتخاب کنید و همینجا کنترل وی و اینتر. خب الان میتونم اینا رو اکسترود کنم، کلید F3 هم میزنم، اکسترود شده، یعنی میتونم تیکه تیکه هم کار کنم به کمک ابزار رکتنگل. کلید F3 رو هم میزنم، میام کلید اسنپ هم رو روشن میکنم تا دقیق بشم روش، روی ورتکس، و میتونم اینجا کلیک و کلیک کنم، میتونم به این موضوع یک اکسترود بدم. اکسترود من میتونه مثلا 180 سانتی متر باشه، میتونم این موضوع رو از این گوشه بگیرم، میچرخم، میپیچم، میام اینجا کلید F3، یعنی من این رو 180 سانتی متر اکسترود دادم. میتونم بگم 70 سانتی متر و یک کپی هم از این میتونم بگیرم. چطوری میتونم کپی بگیرم؟ با انتخابش و کنترل V، یک کپی روی خودش میتونم بگیرم، یا با انتخاب و جابجاییش. اینها رو با هم کار کردیم ولی مرور میکنم، مشکلی نیست، ببخشید. خب من اینجا میتونم بگم در 300 سانتی متری قرار بگیرم، ببخشید کپی رو انجام ندادم، کنترل زد دادم، کنترل وی، یه کپی گرفت، از اون کپی میگم این کپی من در 300 سانتی متری قرار بگیره. خب من میخواستم از کف 300 سانتی متر بره بالا، چرا از اونجا رفت؟ برای اینکه پیوت پوینت این در، خب درسته از اونجا رفته، من باید از اینجا در واقع 300 سانتی متر، اینجای کار من باید 300 سانتی متر بله بالا که میتونم افیک پیوت رو بزنم، ابزار اسنپ فعال باشه، میتونم بگم روی ورتکس، در واقع این رو وردارم بندازم روی ورتکس این گوشه، اوکی. الان این موقعیت رو که روی 70 هستش میتونم بگم 300 سانتی متر، و دقیقا بیاد فیکس
روی این بشینه، چون این هم 300 سانتی متر در نظر گرفته بودیم. خب این اندازه ها رو جلسه بعد کامل و مفصل کار خواهیم کرد و یاد میگیرید که باید چی کار کنیم. و اینجا هم میتونم گفته بودم که اینها رو بیاید خودتون کار کنید. ویندو دیگه این خیلی مسئله ساده ای هستش، میتونیم یک ویندو با کمک ابزار، خب میتونم کلیک کنم ویندو اینجا رسم کنم و داشته باشه. این ویندو میتونه اوپن باشه، باز بشه، میتونه از نوع فیکس باشه، میتونه از نوع پیوتید باشه، که اینها رو خودتون کار کنید. اینا دیگه چیزی نیستن که حتما آموزش داده بشن. در بخش ویندو حتما ویندو هستش، در بخش پله ها هستن، در اینجا دیوار رو میتونیم ببینیم. خب وال هم کار خواهم کرد باهاتون، دیوار رو به همین راحتی هم میتونیم بکشیم، ولی خب ابزار پله ها خیلی بهتر هستن و خیلی کاربردتر میتونیم کار کنیم. خب میام سراغ یک جغد، حالا لوگوی جغد نمیدونم حالا چی هستش دقیقا، اینا رو من اوکی، کلید جی هم میزنم، کلید F3. خب برای مدل سازی این لوگو کارمون خیلی راحت هستش، یک سیرکل. خب یک قانون دیگه رو بهتون گفتم و الان هم میگم، اگر بخوایم یک در واقع اکسترود تو در تو داشته باشیم یا یه همچی موضوعی رو بخوایم کار کنیم، میتونیم یک اسپلاین های تو در تو داشته باشیم و یک اکسترود بدیم که در واقع همشون با هم بگیرن. من میتونم اینجا بیام یک لاین بکشم. خب لاین من به این صورت میتونه اتفاق بیفته. میتونم بیام بالاتر، به این اسنپ رو غیر فعال میکنم، لازم نیست چون اسنپ که عکس رو نمیگیره دیگه، در واقع عکس رو نمیشناسه. و اینیبلین رندرینگ نه، اینجا رو میتونم افزایش بدم. خب میتونم کنترل وی یه کپی روش و دوباره بیام این ردیوسش رو افزایش بدم تا اینجا و دوباره یه کنترل وی کپی و سومی هم اینجا بزنم و دوباره کنترل وی کپی، میتونم ردیوس این هم ببرم اینجا و یه کنترل وی کپی میشه و میتونم ردیوس این هم بندازم اینجا. خب کانورت تو ادیت اسپی لاین، ادیت اسپی لاین، اتچ، یک دو سه، این سه تا رو با هم اتش میکنم. خب خطوط من شکسته است، در واقع نرم نیست، من یک لوگو میخوام طراحی کنم و نیاز دارم که دقت کارم بالا بشه. میتونم ادپتیو رو بزنم تا حدودی دقت کارم بالا بشه و بعدا هم میتونم این رو ببرم بالاتر. خب برای اینجای کار چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ میتونم بیام یک لاین کریت لاین هم میتونستم بزنم، ولی از لاین استفاده، آرک استفاده کنم بهتره. یک آرک، کلیک کلیک و اینجا هم میتونم کلیک کنم و دوباره برای اینجا هم همین کار رو انجام میدم. کجاست؟ اینجا. خب کلید F3 رو میزنم، اسپی لاین هم انتخاب، میام اتچ، این دو تا رو هم به هم اتچ میکنم، خیلی خوب، شیک و مجلسی. میام کریت لاین و اینجای کارم هم اضافه میکنم. حالا دقتم زیاد بالا نیست. اینجا اوکی، ببخشید. بهتر بود من اینو دیلت، ببخشید. بک اسپیس میزنم. کلید F3 بزنم که ببینم چیکار کردم. ای بابا آن دو هم نمونده. خب دوباره انجام میدیم، مشکلی نداره، تا صبح هم باشه انجام میدیم. واقعا نمیدونم چرا اینطوری شد. خب دوباره زایه شدیم و اومد ما رو زایه کرد. کنترل وی کپی میگیرم، اوکی، عصبانیم الان.
دوباره کنترل وی کپی میگیرم، اوکی به این صورت، کنترل وی کپی میگیرم به این صورت، اوکی، و دوباره کنترل وی کپی. همه این کارا رو انجام داده بودم ولی دیگه دقتم رو میارم پایین تا از عصبانیتم کمتر شه. کانورت میکنم به ادیت اسپلاین و اتچ و اینا رو هم اتچ میکنم. کلید F3، میام سراغ آرک، از اینجا کلیک کلیک و کلیک، دوباره همین اتفاق، اوکی، و میام یه لاین دیگه به این صورت، اوکی، کلیک راست، کلید F3 رو میزنم، اتچ رو انتخاب میکنم، خط خط و این خط همشون به هم اتچ. میام پارامتر اینترپولیشن ادپتیو رو میزنم. کاری که باید بکنم در واقع انتخاب ورتکس هستش. من میتونم بیام با ریفاین اینجا یه ریفاین بزنم، اینجا هم یکی بزنم و اینجا هم بزنم. خب چرا این کار رو انجام میدم؟ اینجا لازم نبود. خب من این رو دیلت، سگمنت رو دیلت میکنم. ورتکس رو اگر دیلت بکنیم خب این خط به هم وصل میشه. شکل ما رو ببینید، سیاهی اینجا به هم وصل شده و من کلید 2 رو میزنم، بیام مود سگمنت، اینجا دیلت، این هم میتونم دیلت کنم، اوکی. این ورتکس رو دیگه نذاش که این ور دیلت بشه. اگر این ورتکس رو ریفاین رو نمیزدم دیلت میشد. میتونم این دوتا رو انتخاب کنم، این دوتا هم همینطور و این دوتا هم همینطور. بیام ولد کنم، آستانه ولد من کم هستش. خب میتونم کمی بیشتر کنم، یک رو میزنم و ولد میکنم، میبینیم که به هم جوش خورد. اگر آستانه ولد من بیشتر میشد کمی شاید احتمالا به مشکل میخوردم. میبینید آستانه ولد به همین درد میخوره. خب یک سانت ولد اتفاق افتاد، به همین ها به هم ولد شدن. میتونم اینجا گزارششم ببینم که آیا ولد شدن یا نه. بله، اینجا ورتکس شماره 11، اینجا شماره 8 و اینجا هم شماره 11، دو تا 11، شماره 8، 11 و 4. خب کیلد F3، میتونم این هم بیام کنترلش کنم، بهتره روی کورنر بذارم ورتکسشو یا روی سموت به این شکل و یا به این شکل. خب میتونم از ابزار خوشگل میرور استفاده کنم، این ها رو انتخاب میکنم، اصلا میتونم کلا کپی کنم دیگه، به میرور هم نرسم، اوکی، و از این هم یه کپی نگیرم بهتره. بهتره که بیام چیکار کنم، سگمنت ها رو انتخاب کنم، اینا، این، این و این. خب اینا رو لازم دارم، اینا رو انتخاب، شیفت و موو در واقع حرکت تا اینجا. اینجا میتونم بیام از ابزار میرور استفاده کنم. در مود چی؟ مود اسپلاین ابزار میرور من فعال میشه و میتونم میرور رو انجام بدم. خب میرور اینجا که نه، میرور رو من تو این محور میخوام، ببینید که اینجا دقیقا اومد نشست. هر چقدر ابزارها رو بشناسید کارتون راحت تر خواهد بود. به خاطر همین این جلسه کلا تاکیدم رو ابزارهای خوب لاین بود که جلسه بعد میبینید که چی کارا میتونیم انجام بدیم با این لاین خیلی ساده که خیلی ها ازش چشم پوشی میکنند. خب این دوتا ولد، بعد کار دیگه‌ای که میتونم بکنم این هستش، بیام یه ریفاین اینجا و اینجا میزنم، کریت لاین رو هم انتخاب میکنم، اینجا و اینجای کار. خب کاری که باید انجام بدم چی هستش؟ اینجا سیاهه، میتونم بیام سگمنت های این دوتا رو، ببخشید، این دوتا سگمنت رو انتخاب کنم و دیلت کنم و دوباره بیام این دوتا ورتکس رو انتخاب کنم،
و ولشون کنم. و این دوتا رو هم به هم ولد میکنم و این دوتا رو هم به هم ولد میکنم. خب این دوتا رو هم باید به هم ولدشون کنم. کلید F3 رو میزنم ببینم که اینجا چه اتفاقی افتاده. توی هر اسپیلاین بسته‌ای، توی هر اسپیلاین بسته‌ای ما یه نقطه زرد رنگ اصولا باید داشته باشیم. ببینید اگر این ورتکس رو انتخاب کنم و بریک کنم، خب من دو تا اسپیلاین دارم و یکی دیگه‌ش هم زرد رنگ اون پایین. تو ایکس رود این به هم میخوره، این اذیتمون میکنه. این رو حواستون باشه، یکی از راه‌های شناخت. دوباره ولدشون میکنم. اسپلاین‌های باز و بسته هستش. خب به نظر من که این اسپلاینی که اینجا ساختیم مشکلی نخواهد داشت. اکسترود میدیم، مشکلی بود رفعش میکنیم، کلید F3 رو میزنم. خب هیچ مشکلی نداره. هم قشنگ این رو داشته باشم. این را هم به عنوان یه دکور میتونم چیکار کنم؟ بیام اینجا 80 ببخشید روتیتش میکنم چقدر؟ 90 درجه. بچسبونمش به خب خیلی راحت تونستیم به این نتایج برسیم. جلسه بعد مشکلاتی که در اکسترود ها، در لاین ها و اکسترود شدن ها اتفاق میفته با هم بررسی میکنیم. چند تا مودیفایر خیلی جذاب رو با هم در واقع کار میکنیم که در واقع فوتای کوزگری رو بهتون میگم در جلسه بعدی. و تا اینجایی که دیدید حتما تمرین کنید، چند بار این فیلم رو ببینید. تا جایی که میبینید در واقع اگر نیاز بود تمرین کنید. یک بار کامل باید فیلم رو دید، تمرین رو انجام داد و اگر نیاز بود دوباره میتونید با تمریناتمون فیلم رو ببینید و تمرین رو انجام بدید. البته الان شناخت ابزارها بود. جلسه بعد یه جلسه خیلی کاربردی تر خواهد بود، چون که چرا میایم سراغ با در واقع تریم و اکستند و اکستند و ببخشید بعد های دان هایی که چیزی نیستن، دیتچ دیواید. خب ابزار خاصی نمونده، دوتا تریم و اکستند مونده و مودیفایر های خیلی زیادی داریم که میتونیم گچبری هایی رو بزنیم، میتونیم موضوعات کرو رو بزنیم و کراس سیکشن هم باید بررسی بکنیم. خب منتظر تمریناتتون هستم. مشکلی داشتید توی گروه میتونید مطرح کنید. سایت ما iatrity.ir هستش که میتونید مراجعه کنید. اگر فایل پیوستی بود اونجا هستش، توی سایت گذاشتیم، خیلی راحت میتونید پیدا کنید. آموزش رایگان خیلی زیادی هم هستن که از موضوعات مختلف هستن که میتونید ازشون استفاده کنید و هر هفته داره بهشون اضافه میشه و در هر تایمی که هستید همون تایمتون به خیر و خوشی و سلامت.